بگو ببینم پسر، آیا بودن با عمه فائقه را دوست داری؟ آری پدر، عمه فائقه مادر خوبیست. نه به خوبی مادرت عزیزم، اما سعی خواهم کرد بوی خوی او را از من استشمام کنی. سپاسگزارم برادر، با تو عهد میکنم که چون جان عزیزش بدارم و چون قلب در سینه جایش دهم. پیش از آن که پشیمان شوم او را از اینجا ببر. یعنی ما دیگر یوسف را نخواهیم دید؟ این را که گفته؟ نه عمه جان، هر روز اینجا با شما بازی خواهد کرد. پس ما میتوانیم با یوسف باز کنیم عمه؟ البته که میتوانید. غذایتان را نخوردیم. مواظب باشید. از این پس مسئولیت گوسفندان با شماست. من با شما نمی آیم. باید به امور مردم رسیدگی کنم. علت آمدن ما به کنعان همین بود. مراقب باشید گوسفندان را خطری تهدید نکنند. نگران نباش پدر. آقا دیگر کودک نیست. میدانم. بروید. سلام برام مهربان. سلام. سلام عمه جان. سلام. دست خداوند هم. سلام عمه فائقه. سلام عزیزم، مواظب یوسف باشی. چشم. سلام بر نبی خدا. چه کسی گفته بی مادری بد دردیست؟ خوشا به حال بی مادران. اگر بی مادری خوب است شما چرا نمی میرید؟ شاید پس از مرگتان به بچه هایتان توجه بیشتری شود. به قصد بدی نداشتم. خواستم بگویم شما از یوسف خوب مواظبت کرده اید و برای او مادر مهربانی هستید. لازم به توضیح نیست، تفسیر کلام شما را خوب میفهمم. شما را چه شده؟ یعنی محبتی ناچیز در حق کودکی بی مادر را نمیتوانید تحمل کنید؟ باش خواهر، محبت های بیش از حد شما به یوسف در انظار و آراستن و پیراستن او زمینه حسادت برادرانش را فراهم نکند. علت سپردن یوسف به شما محبت بیش از حد لیا به او بود. او ناخواسته بین یوسف و برادرانش ایجاد اختلاف میکرد. آنان که زمینه حسادت را در فرزندان تو ایجاد میکنند بلحه و زلفا هستند، نه لیا. خداوند یوسف را از شر حسودان و چشم زخم دشمنان محفوظ بدارد. نمیدانم چرا نگران او هستم. دلیلی برای نگرانی نیست. اگر اجازه دهی او را ببرم. میدانم که یوسف گرسنه است. یوسف
بیا عمه. ببین عزیزم، خدا نگهدار. خدا. مادر، لباس های زیبای یوسف رو دیدی؟ همه فاقه برای او دوخته است. برای ما هم از اون لباس رو درست میکنیم. من فکر میکنم پدر دلیل دیگری داشت که مامان نیومد. مثلا چه دلیلی؟ یوسف، او دوست دارد با یوسف بماند. من اینطور فکر نمی کنم. او پیامبر است، باید در بین مردم باشد و به امور آنان رسیدگی کند. لباس های یوسف را دیدی؟ دیدم، خیلی زیبا شده بود. خوش به حالش. یاوی، یهودا نمی آیید؟ آمدی. سر و از که خیلی مرتب شده بود. ظاهرا مرگ راهیل حداقل برای یوسف بد نشد. ظاهر است به برادر میماند، اما کلامت نه. این را بپوش. همینجا بمان. میدانی این چیست؟ این کمربند پدرم اسحاق نبی پدر بزرگ توست. آرزو داشتم آن را به کسی دهم که ادامه دهنده ی راه نبوت باشد. امیدوارم آن ادامه دهنده تو باشی. من این کمربند را دوست دارم. پیراهن حضرت ابراهیم و این کمربند نزد من امانت بود. پیراهن را به برادرم دادم. این کمربند نیز فعلا نزد تو باشد. مواظب باش آن را گم نکنی. میترسم بعضی از دیدن این کمربند ناراحت شوند. مثلا چه کسانی؟ مثلا برادرانم. اصلا جای نگرانی نیست. عجله کن، باید به مجلس موعظه پدرت برسی. برویم. حسادت یعنی آرزوی نابودی نعمت و مکنتی که خداوند به بنده عنایت کرده. حسادت یعنی داشتن دیگران را تحمل نکردن. حسادت یعنی سعادت و خوشبختی دیگران را تاب نیاوردن و آرزوی فقر و تنگ دستی دیگران را داشتن. حال یک نفر بگوید ببینم حسود کیست؟ آن کمربند که یوسف بسته متعلق به اسحاق نبیست. چرا فایقان را به یوسف داده؟ گمان میکنم اینها باید به پیامبر بعد سپرده میشد. یعنی حسود دلش نمیخواهد که مردم چیزی داشته باشند؟ آفرین پسرم. حسود همان است که تو گفتی. حسود همیشه از داشتن دیگران رنج میبرد و خشمگین است. میبینی؟ چه داشته های معنوی و چه خود نمای شیرین زبانی میکنه. و چه داشته های مادی و مکنت های دنیایی. راه ترک حسادت چیست؟ چه کسی میتواند پاسخ بدهد؟ امیدوارم که یوسف پاسخ را ندهد. یوسف کوچک من چیزی به خاطرش نمیرسد؟
پدر، آیا حسود می داند که این دنیا روزی برای او تمام می شود؟ پاسخ همین است که تو گفتی. حسود باید بداند که دنیا به کسی وفا نمی کند. حسود نه خیر دنیا را می بیند و نه پاداش آخرت. حسود از حسادت خیش طرفی نمی بندد و وصلی نمی چیند. نه حسود و نه محسود هیچ یک در این دنیا ماندگار نیستند. اگر حسود این را بداند، دنیای خود را به خاطر تنگ نظری و حسادت به جهنم تبدیل نمی کند. محبت در حق یک کودک بی مادر طبیعیست. محبت نکردن به فرزندانی که مادر دارند هم طبیعیست. یعنی مادردار نیازی به محبت نداره. از طرفی عمه لباسهای نو به اون پوشاند و او را می آراید. از طرفی هم مادر او را بر زانو نشانده و بهترین غذا را به او می آراید. گرچه نزد ما حفظ ظاهر می کنند، ولی حتی پدر هم او را از همه ما عزیزتر می دارد. از حق نگذریم برادرمان یوسف بازکاوت و شیرین زبان است. چهره زیبای او واقعا دوست داشتنی است. همه ما برادرمان یوسف را دوست داریم، اما اگر پدر و مادرمان بگذارند و یوسف را دردانه و ناز پرورده بار نیاورند. شما کمربند و بازوبند پدر بزرگمان اسحاق را دیدید که یوسف بسته بود؟ آری، بلهه میگفت که اینها میراث انبیاست و باید پیامبر بعد سپرده شود. پس عمه فاقه چرا آنها را به یوسف داده است؟ خب این را میتوان از عمه پرسید. خروب که گله را بازگرداندیم من از عمه میرویم. بچه و سنگ یک بار دیگر امتحان میکنی؟ آیا شما را شکست؟ ای دوباره یهودا شروع کرد. هر کسی که برنده شود جا بشینه به دست. همین پاشا اول تو خسته نباشید. کجا؟ سلام زلفا. گله را به آقل بردیم، نزد عمه فایقه می رویم، با او کاری داریم. یعنی می خواهیم از او چیزی بپرسیم. ما هم از عمه سوالهای داشتیم و اکنون از آنجا می آییم. من صلاح نمی دارم که شما سرزده به خانه عمه بروید. پدرتان نزد عمه فایقه است. او به دیدار یوسف آمده. شاید مشاهده این دیدار خوشایند شما نباشد. مگر اونجا چه خبر است؟ خب برویم ببینیم. این که کاری نداره. دیدید پدر یوسف را بیش از ما دوست می‌دارد. بیهوده سخن مگو. ما هم کودک بودیم بر زانوی پدر می نشستیم و بر ما محبت می کرد. بلهه و زلفا برای همین می گفتن سرزده نزد عمه فایقه نروید. من که می روم. حرف بی خود می زنم. همین جا بیست پسرم. سلام پدر. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام بر مردان خاندان یعقوب. خسته نباشید عزیزانم. شما کی بازگشتید؟ همینک گوسفندان را به آغل بردیم و آمدیم که... آمدید که چه؟ آمدیم که با عمه سخن بگوییم. خب بگویید، میشنوم. عمه، این کمربند متعلق به پدر بزرگ اسحاق نبی است؟ بله همین طور است.
اما برای یوسف حکم بازیچه را دارد. حقیقت این که گفتم یوسف با آن سرگرم شود تا غم بی مادری را فراموش کند. ولی بله می گفت این کمربند میراث پیامبر گذشته است و باید به پیامبر بعد برسد. پیامبر بعد از اسحاق نبی من هستم. این کمربند برای من میراث پدر و برای یوسف وسیله بازی و سرگرمی است. بله و زلفا تا وقتی راحیل زنده بود به او حسادت میکردند. حالا که دیگر او نیست به فرزندانش حسادت میکنند. خیلی به صحبتهای آنها توجه نکنید. پدر، یهودا میگوید که شما یوسف را بیش از ما دوست دارید. اینطور نیست. ولی شما امروز به دیدار یوسف آمده اید. او را بر زانو نشانده بودید. شما را هم در دوران کودکی بر زانو می نشاندم. اگر شما هم از من دور بودید برای دیدارتان می آمدم. من همه شما را دوست دارم و دلم نمی خواهد این گونه سخنان را بشنوم. بروید، بروید. من شما را مردان خانواده و پشت و پناه خود می دانم. آنگاه شما خود را با کودکی خرد و ضعیف مقایسه می کنید. خداحافظ خواهر. عمه فائقه به پدرم بگویید که به من محبت نکن. چرا؟ آخه برادرانم ناراحت میشه. عزیزه دلم، تو محبت مادر که ندیدی، از محبت پدر هم محروم شوی؟ پیدا کنی. کجایی؟ کجایی؟ پیدا کردم. بیا کن. تو باید چش بده.
شما هنوز یوسف را پیدا نکردید؟ یوسف؟ 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 پس کو؟ یوسف؟ یوسف؟ یوسف، بازی تمام شد، بیرون بیا. یعنی کجا رفته است؟ همه جا رو گشته ای. نزدم فاقه به بسمه نرفته است. پشتبان، من به پشتبان میروم. یوسف، 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 بسمه، یوسف رو ندیدی؟ چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یوسف گم شده. اینجا که نیامده، چه شده؟ عمه فاقه، یوسف گم شده؟ کجا رفتید که گم شد؟ مگر با یک دیگر بازی نمی کردید؟ او پنهان شد، دیگر را نمی آبید. همه جا را گشتید؟ آره، همه جا را. او امانت برادرم است. بیایید ببینم کجا بازی می کردید که گم شد. یوسف، یوسف، عمه جان کجایی؟ یوسف کجایی؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه شده؟ من داخل خانه به کار مشغول بودم. بچه ها در عیاد بازی می کردن. ناگهان شنیدم یوسف را صدا می کنن. گفتم چه شده؟ گفتن یوسف گم شده. همه جا را گشته ای؟ گشته ای. این گونه امانتداری می کنی؟ این گونه از یوسف نگهداری کردی؟ حواست کجا بود؟ بس کن ببینم چه اتفاقی افتاده. حتی زوایای تاریک خانه را گشته اید؟ آره گشته ایم. یوسف کودک باهوش است، خود را جایی پنهان کرده که پیدایش نکنند. مثلا در صندوق یا تنور. سلام عزیز دلم، تو اینجا چه میکنی؟ وای عزیزم، تو که جان من رو به لبم رسوندی. اینجا چه میکردی؟ درون تنور چرا رفته بودی؟ بازی میکردیم. من اینجا پنهان شدم تا برادرانم نتوانند مرا پیدا کنند. فایقه، تو نباید از یوسف غافل میشدی.
اگر یوسف درون تنور خفه میشد چه میکردیم؟ من با خواهرم راحیل عهد کردم که از فرزندانش محافظت کنم. از این پس لحظه ای از پیش چشم دورشان نخواهم کرد. بدون یوسف نمیتوانم زندگی کنم. بیا این همه زجرم نده. پیری تنها و فرتوت که عمرش رو به غروب نهاده از تو تقاضا میکنه. نه، همان که گفتم. قول میدهم از این پس بیش از گذشته از یوسف مراقبت کنم. میدانی فائقه، دوری یوسف را دیگر نمیتوانم تحمل کنم. بهتر از همین جا نزد ما بماند. من تنها یک فرصت از شما میخواهم، تنها یک فرصت. فائقه، تو میدانی که یوسف یک کودک معمولی نیست و من نمیتوانم در مورد او مسامحه کنم. پس رشته پیوند من و یوسف را به یک بار قطع نکنید. بگذارید چند روزی نزد من باشد تا به تدریج مهر از او بردارم. ولی سخن من همان است که گفتم. بیا. تنها چند روز، شنیدی؟ فقط چند روز. تنها چند روز. عهد میکنم که خود او را نزد شما بازگردانم. برویم جانم. سپاسگزارم لیا، سپاسگزارم برادر. خدا نگهدارت. این لطف شما را هرگز فراموش نمیکنم. شما نخوابیده اید؟ تو بخواب پسرم، من خوابم نمی آید. بیدار شدی یوسف من؟ شما تا صبح نخوابیده ای؟ هر وقت که بیدار شدم شما هم بیدار بودید. تصور این که تو از خانم بروی آرامش رو از جانم و خواب رو از چشمانم رو بوده است. ولی من دلم نمیخواهد اینجا را ترک کنم. عمه، من شما را دوست دارم، نمیخواهم به خانه خودمان برم. به راستی تو عمه را دوست داری؟ شما بوی مادرم راحیل را می دهید.
خاله لیا را هم دوست دارم، اما به من که محبت میکند برادرانم ناراحت میشوند. عزیزم، گفتی که دوست داری نزد عمه بمانی؟ برای نگه داشتن تو راهی به نظرم رسیده که باید کمکم کنی. برخیز، آماده شو تا نزد پدرت بروی. سلام پدر. درود بر عمه. عزیز پدر. درود بر شما. آمدم امانت شما را بازگردانم. صحیح و سالم. سلام عمه فائقه. سلام عزیزم. قرار بود چند روز اون را نگه دارید. یوسف خوش آمدید پسرم. امانت را باید بازگردانم. هر چه زودتر بهتر. اگر راضی نیستی او را باز میگردانم. نه نه نه، از این که او را بازگردانی سپاسگزاریم و از این که مدتها سرپرستی او را به عهده گرفتی قدردان شما هستیم. یوسف برویم بازی. برویم. برو. خدا نگهدار برادر. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار انا حافظ. چه فرقی بین یوسف و دیگر برادرانش می باشد؟ چرا این همه به او بها می دهند؟ خب معلوم است، یعقوب و خواهرش یوسف را بیشتر از بچه های ما دوست دارند. اسمی؟ بسمی؟ بله بانوی من. کمربند پدرم اسحاق نبی گم شده است. تا آن را ندیدی؟ نه. با من بیا. یاکین پیر و چند نفر دیگر از اهالی را نیز باید خبر کرد. برویم. دینه آرام تر. جانمون یهودا عجله کنید. چه شده خواهر؟ بسمه چه شده؟ کمربند اسحاق نبی گم شده است. همه جا را گشته اید؟ همه جا را. یادگار پدرمون اسحاق بود. من خیلی ناراحتم. همون که همیشه به کمر یوسف میبستم. باز هم بگردی، حتما پیدا میشود. همه جا را گشته ایم، ما از همه پرسیده ایم، اما اثری نیافته ایم. کی گم شده؟ چه میدانم؟ از لحظه ای که یوسف را به اینجا آوردم دیگر از کمربند اثری نیست. هیچ یک از شما این کمربند را ندیده؟ شاید یوسف قبل از اینکه به اینجا بیاید آن را جایی پنهان کرده است. فکر نمی کنی یوسف به خاطر علاقه ای که به آن کمربند دارد آن را برداشته است؟ یعنی یوسف دزدی کرده؟ شاید گمان کرده از آن خود اوست و من آن را به او بخشیدم. ولی من گمان هم نمی کنم. من برای پیدا کردن کمربند همه جا و همه کس را جستجو خواهم کرد و تا آن را پیدا نکنم آرام نخواهم نشست. فقط یوسف آن کمربند را می بست. ما از آن بیخبریم. بسیار خوب، من هم ابتدا از یوسف شروع می کنم تا بهانه ای نباشد. اجازه می دهی؟
نمیدانم چه نیرنگی در کارت است، اما هرچه هست این وضع مرا رنج میدهد. نیرنگ؟ نیرنگ کدام است؟ مردم، من کمربند پدرم را گم کرده ام و در صدد یافتن آن هستم. آیا این نیرنگ است؟ بسیار خوب، جنجال نکن، جنجال نکن. بگرد، همه را بگرد. کمربند اینجاست. دیدید دروغ نگفتم؟ این هم کمربند. یوسف، این چه کاری بود که کردی؟ یوسف که کاری نکرده، فقط دزدی کرده. مردم کنعان، شما همه دیدید من دزد مال خود را پیدا کردم. بسیار خوب، بسیار خوب، کمربندت را یافتی، بردار و برو. به این سادگی نیست برادر. شما گویی قانون مردم کنعان را از یاد بردی. همه این مردم می دانند که طبق رسم و آیین مردم کنعان، هر کس دزد مال خود را پیدا کند می تواند او را تا 4 سال به بردگی بگیرد. به به، یوسف باید بردگی هم بکند. ما همه رسم کنعانیان را می دانیم، اما تو که نمی خواهی یوسف را به بردگی ببری. در این کار لحظه ای تردید نخواهم کرد، مگر اینکه شما بخواهید رسم و آیین مردم کنعان را نادیده بگیرید. بس کن فائقه، من این سنت مسخره را باور ندارم. یوسف را هم به بردگی نزد تو نخواهم فرستاد. وقتی شما که خاندان فرستاده خدا هستید به رسم آیین مردم پایبند نباشید، از دیگران چه توقع میتوان داشت؟ ولی یوسف یک کودک است، چگونه میتوان او را به بردگی گرفت؟ بزرگ و کوچک فرقی ندارد، این آیین همه را شامل میشود. ما هم به آن احترام میگذاریم. من میدانم که نیرنگی در کار است، اما نمیتوانم ثابت کنم. لذا اگر تو از یوسف نگذری، مجبورم با درخواستت موافقت کنم. من دزد مال خود را یافتم و از او نمیگذرم. خداوند و رسولش از من درگذرند و مجازاتم نکنند. برویم یوسف، تو از امروز به مدت 4 سال برده من خواهی بود. این هم حاصل آن همه تعریف و تمجید. کودکی را که بیهوده پر و بال بدهند، نتیجه همین خواهد شد. کودکان گاهی از این شکل کنند، اونجا دزدی نیست. چرا با او موافقت کردید؟ فائقه نمیتواند از یوسف به خوبی نگهداری کند. یوسف ظاهراً دزدی کرده بود و من نتوانستم خلاف آن را ثابت کنم. نگران نباش، جای یوسف بد نیست. عزیز عمه، از این پس تو اربابی و عمه کنیز توست. تو وارث برادرم و چشم و چراغ قبیله ما هستی. این کمربند در حقیقت میراثی است که فقط تو لایق آن هستی. این کمربند از این پس مال من است؟
یوسف، یوسف پسرم، خواب میبینی؟ سلام عزیز دلم. آیا نبی خدا مرا بخشیده است؟ به خانه خود راه می دهد؟ اگر جز این می کردی تو را نمی بخشیدم. تو به رسم عشاق عمل کردی، آن را که دوست داشتی به چنگ آوردی. بخشندگی زیبنده ی انبیای الهی است. امیدوارم لایق این عفو باشم. من گناهکاری نمی بینم که بخششی در کار باشد. اینجا چه میکنید؟ به اصرار یوسف آمدم. او خوابی دیده است و تعجیل دارد آن را برای شما تعریف کند. تردید ندارم خواب او سراسر خیر و نیکی است. در خواب یوسف ارواح خبیثه راه ندارد. خب چه خواب دیدی عزیز پدر؟ خواب دیدم که من و برادرانم در صحرا مشغول بازی هستیم. بادتون دارد. فکر نمی کنم تعبیر خاصی داشته باشد. باید در تعبیر آن کمی فکر کنم. شاید چیزی به خاطرم رسید. شما هم اگر امروز گله را به صحرا نمی برید، بروید دیگر. نمیدانم تعبیر خواب چه بود که یعقوب از آن در میان جمع سخنی نگفت. خب معلوم از سادل و سرفری و برتری یوسف بر دیگر برادرانش. هم تعبیر این خواب برای بچه ها روشن بود. من به عیان دیدم که ناراحت شدم. باید سعی کنم تأثیر سوران را از ذهنشان پاک کنم. یوسف نباید خوابش را در جمع میگفت. کمی نان خورما بگذار، ساعتی دیگر نزدشان خواهم رفت. بیا فرزندم، بیا. آن چه در مورد تو گمان می‌کردم درست است فرزندم. تو را مژده می دهم که در آینده جایگاهی والا و مقام و مرتبتی رفیع خواهی یافت و بر برادرانت سروری خواهی کرد. پدرم اسحاق نبی در حق من دعا کرد که خداوند پیامبران زیادی در نسل من قرار دهد. همیشه دلم می خواست بدانم وارث رسالت من کیست؟ امیدوارم
که تو ادامه دهنده ی راه من باشی. خداوند تو را از همه شرور و آفات در امان بدارد. شاید تو همانی هستی که ما منتظرش هستیم. پدر، رسالت یعنی چی؟ غذا و لباس مرا مهیا کن. رسولان فرزندم فرستادگان خداوند به سوی مردم هستند و مردم را به سوی خداوند و به راه رستگاری و کمال هدایت می کنند. تعویل خوابت را برای کسی نبود، مخصوصا برادرانت. چرا پدر؟ اگر برادرانت بشنوند ممکن است آتش حسد در وجودشان شعله ور شود و با تو به عداوت برخیزند. نگرانم کردی برادر. گمان می کنم باید بیش از اینها مراقب یوسف باشم. اگر اجازه دهید من نیز یوسف را با خود به خانه ببرم. ببرید. مراقب یوسف باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار پدر. خدا نگهدار پسرم. مواظب باش، او را تنها نگذار. شب که بازگشتید یوسف را خواهم آورد. مدتی است نتوانستم با آنها شبانی کنم. غروب با آنها باز میکردم. فرزندان ما فکر میکنن که توجه شما به آنها کم شده. نگران نباش، سعی میکنم این ذهنیت را اصلاح کنم. با وجود یوسف و بنیامین، یعقوب به دیگر فرزندان توجهی نخواهد کرد. خدا نگهدار. ما که همیشه غذای من را با خود می آوریم، شما دیگر چرا خود را به زحمت انداختید؟ یعنی من حق ندارم دلم برای فرزندانم تنگ شود؟ حق ندارم بعضی روزها در کنار آنان باشم؟ هیچ چیز به اندازه آمدن شما نمی توانست ما را خوشحال کنه. قبل از آمدن شما مثل ماتم زده ها بودیم، کسی حال خندیدن نداشت. چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ میدانید پدر، ما احساس میکنیم که توجه شما نسبت به ما کم شده. فکر میکنیم بیشتر به یوسف و برادرش توجه میکنی تا به ما. ولی من یوسف را فقط به خاطر شما نزد عمه فائقه فرستادم. متوجه نشدید؟ فقط به خاطر اینکه مادرتان بیش از شما به او توجه میکرد. چه فرقی میکنه؟ حال مادر به بنیامین چسبیده است و عمه به یوسف. بهترین لباس ها و سرگرمی ها هم برای او تهیه میکنم. با شما موافقم، اما شما هم باید حق بدهید. ما باید به گونه ای رفتار کنیم که یوسف و بنیامین احساس بیمادری نکنند. پدر، ما از خوابی که یوسف دیده خیلی نگرانیم. مردان قدرتمند خانواده ما هستیم. تمام بار مسئولیت اداره خانواده و انجام کارهای سخت به دوش ماست. آن وقت یوسف جانشین شما شود؟ ولی خواب یوسف میتواند تعبیر دیگری هم داشته باشد. مگر نه این است که یوسف گفت چوب دستش سبز شده و بر چوب دستهای شما سایه افکند؟ این میتواند نشان دهنده آن باشد که یوسف همه برادرانش را دوست دارد، و یا اینکه یوسف نسبت به همه عطوف و رؤوف خواهد بود و همه برادرانش را دوست خواهد داشت. ظاهراً غیر از تعبیری که ما نزد خود کرده ایم تعبیر دیگری نیز میتواند داشته باشد. درست متوجه نشدم، یعنی یوسف جانشین شما نیست؟ جانشین مرا خداوند تعیین میکند، آن هم بهترین شما را. شما هم بهتر است دست از بهانه گیری بردارید. یوسف و بنیامین برادران شما هستند،
نه دشمنان شما. من همه شما را دوست دارم. از شما هم میخواهم که یکدیگر را دوست داشته باشید تا خداوند هم شما را دوست بدارد. بزرگان خاندان من، امید و پشتیبان من شما هستید. امروز احساس میکنم میتوانم به شما تکیه کرده دلگرم باشم. شماها شجاع و متحور هستید. با وجود شما هیچ غمی نمیتواند دل یعقوب را به خود مشغول کند. از اینکه پدر را آزردیم پوزش میخوام. گرک لاوی نفتالی شمون گرک گرک کجا آوردی؟ ما خودمان اون را کشتیم. به گوسفندان ما حمله کرده بود که بر سرش ریختیم و اون را کشتیم. نگفتید ممکن است به شما آسیبی بزند؟ فعلا که ما به او آسیب زده ایم. خدا عاقبت ما را بعد از این با شما بچه های دیوانه و نترس به خیر کنه. حتما شما هم در این کار یاریشان کرده اید. اصلا به من فرصت دخالت ندادند. پیش از این که بتوانم کاری کنم کار گرگ را تمام کردم. ما مشغول تدارک نهار بودیم که ناگاه گله وحشت زده رو به گریز نهاد. یک گرگ بزرگ به گله حمله کرد. ما هم اون را کشتیم. این کار خطرناکیست. چگونه این کار را کردی؟ خب معلوم است. وقتی او به گوسفندانمان حمله کرد ما هم به او حمله کردیم. هر کدام با هر چی داشتیم او را زدیم. با سنگ، با چوب. ابتدا من با چوب بر سر او کوبیدم. سپس راوی هم با سنگ بزرگی بر سر او کوبید و گرگ را گیج کرد. چند بار به ما حمله کرد. اگر از او ترسیده بودیم حتما ما را میکشت. ای کاش من هم با شما بودم. پدر، اجازه میدهید من با برادرانم به صحرا برویم؟ نه عزیز دلم، هنوز برای تو زود است. بزرگ که شدی خواهی رفت. شمبون لابی یهودا بیایید این بروید سگهای کنعان را به نوایی برسانید. بروید. پدر که به سحر آمده بود میگفت چرا خواب یوسف را فقط سروری بر برادران تعبیر میکنید؟ شاید معنی خوابش علاقه و محبت زیاد اون نسبت برادرانش باشد. شاید او همه شما را دوست دارد. آری مادر، به راستی یوسف همه ما را دوست دارد. برای علاقه که لازم نبود خواب ببیند. خواب خبر از آینده میدهد، خبر از سروری و برتری یوسف. پدرتان شما را ساده‌لوح تصور کرده.